با خبرهای از سوریه اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. تلاش نظامیان اسد برای پیشروی در پایتخت سوریه با ضد حمله ارتش آزادی روبرو شد. یگانهای ارتش آزادی اعلام کردند هنگامی که نظامیان دیکتاتور تلاش می کردند محله البرزه را تسخیر کنند، خسارات سنگینی را به صفوف آنها وارد ساختند. این نبرد به پیشروی یگانهای ارتش آزادی و تسخیر ساختمانی در اطراف منطقه که نیروهای رژیم اسد در آن مستقر بودند انجامید. نبرد در نقاط دیگر دمشق نیز همچنان شعله‌ور است. رزمندگان ارتش آزادی به مرکز تجمع شبه نظامیان شبیهه وابسته به اسد در محله الجبر تهاجم کردند و به آنها تلفات سنگینی وارد نمودند. در حومه پایتخت توپخانه رژیم اسد و به ویژه توپخانه لشکر چهارم بعضی شهرک ها من جمله المعظمیه شام و داریا را هدف قرار دادند که باعث منهدم شدن منازل گردید. در حومه هما ارتش آزادی اعلام کرد که در عملیاتی به نام قادمون نیروهای رژیم اسد را در تل جدید با موشک های برد کوتاه هدف قرار داده است. رژیم اسد در واکنش به این پیشروی های ارتش آزادی بر روی تعدادی از روستاهای حومه هما بشکه های انفجاری پرتاب کرد و در دیر الزور بمب‌افکن‌های رژیم اسد مرکز شهر را بمباران کردند، ولی ارتش آزادی با سلاح ضد هوایی با هواپیماهای رژیم اسد مقابله کرد. شهر سقبا در حومه دمشق توسط نظامیان اسد موشکباران شد که در نتیجه آن تعداد زیادی از غیر نظامیان مجروح شدند. حال بعضی از مجروحین وخیم گزارش شده است. غوطه شرقی، کفربتنا، دوما، اعظمیه شام و برخی دیگر از مناطق هدف موشکباران قرار گرفتند که باعث کشته شدن مردم و منهدم شدن ساختمانها و نابودی دارایی‌های شهروندان گردید. اولین گروه از تیم کارشناسان منع تسلیحات شیمیایی شامل 20 بازرس به سوریه رسیدند. این خطرناکترین و پیچیده‌ترین مأموریت در تاریخ این سازمان برای منهدم کردن تسلیحات شیمیایی در منطقه جنگی است. به گزارش الجزیره، این بازرسان 2 تن مواد سمی مانند گاز سارین و خردل را منهدم خواهند کرد و مأموریت آنها در نیمه سال 2014 به پایان خواهد رسید. انتظار می رود که بازرسی از 10 سایتی که دمشق بر اساس لیست خود در تاریخ 19 سپتامبر به آنها داده بود حداقل 1 ماه طول بکشد. الجزیره گفت قبول رژیم سوریه به ورود بازرسان به این معنی است که باید به آنها اجازه دهد که از هر مکانی که می‌خواهند بازدید کنند، حتی از کاخهای ریاست جمهوری. ولی دمشق این خواسته را رد کرده است. آیا این برخورد به معنی عدول سوریه از موضع رسمیش است؟ اگر چنین باشد، به دنبال آن قطعنامه دیگری توسط شورای امنیت برای اعمال مجازات‌ها وجود خواهد داشت. بسیاری هستند که به جدیت رژیم سوریه در تحویل دادن زرادخانه شیمیاییش و مخفی کردن بخشی از آن شک دارند. دولت آلمان اعلام کرد که سوریه دارای 360 تن مواد شیمیایی است که می‌تواند از آن در ساختن گازهای سمی استفاده کند. این مواد توسط تجار آلمانی طی سالهای 1998 تا آوریل 2011 به سوریه فروخته شده است. این مواد کاربردهای دوگانه دارند و می‌توانند در زمینه‌های نظامی و غیر نظامی به کار گرفته شوند. این مقدار که وزارت اقتصاد آلمان آن را اعلام کرده 3 برابر آن چیزی است که قبلا گفته شده بود. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد بعضی از کشورهای اروپایی برای مرحله انتقالی در سوریه در اجلاس ژنو شرکت خواهند کرد. او گفت از بشار اسد باید به عنوان یک جنایتکار ضد بشر حسابرسی کرد. او مسئول کشته شدن 100,000 نفر و کشتن 1500 نفر از مردم خودش با گاز سمی است. و آخرین خبر این ساعت، ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرد از ابتدای شروع تظاهرات برای سرنگونی رژیم اسد تا کنون بیش از 115 هزار نفر در این کشور جان باختند. این سازمان در بیانیه ویژه‌ای از بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل خواست دست به اقدام جدی برای متوقف کردن کشتار در سوریه بزند و به مردم سوریه برای انتقال به یک دولت دموکراتیک کمک کند.